من قبلش یه توضیح بدم. ببینید، ما همش داریم میگیم اسلام مثلا این کارهای بدو داره میکنه، یهودیت یا مثلا مسیحیت باعث کشتار شده، همش داریم میگیم بدن اینها. سویلا پرسیده که دین در طول، یعنی آیا دین در طول تاریخ زندگی انسان، یعنی از زمان به وجود اومدنش، اصلا کارکرد مثبتی نداشته؟ یعنی باعث سامان گرفتن جامعه بشری در جهت صلح و امنیت نشده؟ یا همش خشونت بوده که الان میگیم خدا عامل شره؟ ببینید، من فکر نمی کنم. شما اگه داستانای اسلامی رو نگاه کنید، از بدو و شکل گیریش، یعنی مثلا شما داستان ذات و سلاسل رو نگاه کنید، شما کشتار یهودیان بنی قریظه رو نگاه کنید در اسلام، از همون ابتدا شروع میکنه به کشت و کشتار. در خیبر رو میکنن، نمیدونم شروع میکنن یهودیان بنی قریظه رو کشتن، یعنی همش جنگ و نزاع و کشتار این بوده. یعنی اینطور نیست که بگین یه دوره آرامش داشته باشه. تمام اسلام پر از این جنگ ها و کشته ها و غزوه ها و سریه ها و این داستان که حمله میکردن به این ور اونور، مردم رو میکشتن، کشورگشایی میکردن. همین ادیان همینه، فقط هم اسلام نیست. یعنی شما مثلا توی عهد عتیق داستان قتل جالوت به دست داوود رو وقتی میبینید، میبینید همش یا سنگ پرونیه یا کشتنه. آخه این چیز، یعنی یه دوری آرامشی من توش نمیبینم که یه چیز خیری هم توش داشته باشه. همش درگیره. شما داستانه دینی رو نگاه کنید، یا توهمه، یا اینکه یکی داره عرابی آتشین توار میشه میره آسمونها، یا اینکه دارن همدیگه رو میکشن. شما تمام این داستان رو دینی کنه، همش در حال قتل و غارت و جنایت و کشتاره. من چیز خوبی توش نمیبینم واقعا که بگم مثلا این نقطهش یه چیز خیلی قشنگیه. ولی خب طبیعیه، مثلا ما چه انتظاری داریم؟ مثلا نمیدونم به پدر مادر خود نیکی کنید، به همسایگان خود نیکی کنید که توی همه ادیان هست، بدیهیه. خب معلوم مثلا چی بخواست بگه دیگه؟ میگفت که مثلا همسایگان خود را به آتش بکشید، خب معلومه نیکی کنید. این چیز خیلی بدیهیه. خب مگه ما چیز غیر از این میگیم؟ ما میگیم با همسایاتون مهربون باشید، با آدما برخورد خوب داشته باشید، مهربون باشید، تحملتون زیاد باشه. مگه ما غیر از این میگیم؟ دینم که نداریم، این آموزه هم از خدا نیومده، ولی میخوایم بهتر زندگی کنیم تو جامعه. مدعیم که با پدر مادر، همسایه، دوست داشتن باید مهربون بود، برخورد خوب داشت، به کسانی که کمک میخوان کمک کنیم. خب اینو ما هم داریم میگیم، ما ایتیستیم، ما هم همین حرفا رو داریم میزنیم. خب ما الان داریم من جواب بدم، منم جواب بدم ترمی جان اگه میشه کوتاه، فقط کوتاه لطفا. دین باعث صلح شده، دین باعث خیریه شده، دین باعث مهربونی شده، دین باعث همکاری شده، دین باعث همه این چیزهای خوب شده. خب ولی دین فقط باعث اینا نمیشه و بدون دین همه این چیزها هم به دست میاد. دین فقط تنها با این چیزها نمیاد، اتفاقا خیلی هم همه چیزهایی رو که خوبه و دین باعث شده تو طول تاریخ بدون دین میشد به دست آورد. مشکل اینه که دین با فقط با این چیزا نمیاد، دین با خرافات میاد، دین ضد علمه، دین ضد زنه، دین ضد انسانه، دین ضد صلحه، دین ضد همجنسگراست، دین ضد آزادیه. ما اگه این چیزای خوبی رو که دین با از تبلیغات استفاده میکنه رو بدون این بدیای دین میتونیم به دست بیاریم، چرا به دین احتیاج داریم که این کار رو انجام بدیم؟ خب دین چون این اتفاقا این چیزایی رو که دین میگه، باعث این خوبیایی رو که دین میگه میاره، اتفاقا این دین رو خطرناکتر میکنه، چون دین انقدر ضررش زیاده که با یک پرده خیلی نازکی از این چیزای خوب کمی که داره میاد و جلو میره، اینا رو تبلیغ میکنه و بعد ضررش پشتش میاد. خب اتفاقا این چیزای خوب و کمی رو که اگه نداشت راحت تر میشد دین از بین برد. و ما همیشه نشون دادیم که هم خیریه، مهربونی، همکاری، صلح، همه این چیزها رو نه تنها ما بدون دین میتونیم به دست بیاریم، بهتر میتونیم از بدون دین این کار رو انجام بدیم. جواب من بود. درسته. ببینید ارفان جان، خب در جامعه شناسی دین دورکیم ما داریم میگیم که، یعنی در واقع دورکیم میگه، من نه، دورکیم میگه که توتم پرستی یک کارکرد اجتماعی داشته برای اون جامعه. در واقع جامعه شناسی دین میگه که دین در گذشته به عنوان یک چارچوب قوانین بوده برای اون جامعه، در واقع چون خب علم اون موقع نبوده و به این شکل نبوده و مردم اینقدر آگاه نبودن که بخوان یک سری قوانین متمدنانه و بشر دوستانه بخوان ایجاد کنن. چیزی که از دستشون بر اومده در گذشته شکل دادن این دین بوده که حالا خب به مرور زمان این خورده شاخ و برگ هم گرفته و به این شکل در اومده. نظرتون چیه در مورد این آقای عرفان؟
ببینید به عنوان ضامن قوانین اجتماعی، این که خب در زمانی که حقوق هنوز متن حقوقی قانون اساسی وجود نداشته، مجبور بودن واگذار کنن به یک دنیای دیگه یا به قدرت خدایان. مثلا هنوز هم که هنوز این دیدگاه وجود داره که میگن بر بین عقاید اسلامی هم وجود داره، خدا لعنتت کنه یا ایشالله مثلا خدا عوضت بده، یا نفرین. حتی خود نفرین، نفرین یعنی چی؟ یعنی در بستری شکل میگیره نفرین که چون قوانین حقوقی وجود نداره، اما هم دیگر حواله میدن به یک آینده‌ای که خدای مثلا بتونه این بلا رو سر اون طرف دیگه در بیاره، مثلا در یک جهان دیگه یا در همین دنیا. به خاطر چی این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه حقوق وجود نداره، یعنی حقوق جزایی وجود نداره، یه قوانین مدونی وجود نداشته تو جوامع ابتدایی. این بیانها شکل گرفته، همه چی نسبت داده میشه به یه آخرت یا خدایی که مثلا بتونه، یا مثل اون مسئله فارسی هست که میگه تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز، که مثلا خوبی ها رو برگردونه، بدی ها هم سر یک کسی دوباره خراب کنه. اما برگردیم به همون سوال اصلی، این مسئله که آیا واقعا دین فقط همین بوده که قوانین اجتماعی رو ضمانت کنه و مثلا افراد خیلی خوب چطور بگم به شکل و نیاز جامعه بوده؟ من فکر میکنم که شاید یه زمانی در جوامع بسیار بسیار ابتدایی کوچک که خیلی هم ارتباطات مثلا گسترده از نظر اقتصادی، تجاری، آموزشی با قبایل اطراف، با تمدن‌های اطرافش نداشتن، ممکنه یه قبیله رو میتونسته کنترل کنه. اگرچه که با معیارهای امروز، یعنی ما امروز مثلا بحثی داریم مثل حقوق بشر یا میثاق جهانی حقوق بشر داریم، اینا رو داریم و خب نمیخونه اینجور مسائل. ممکنه در این ادیان مجازات بوده، مثلا کسانی که از قوانین مدنی سرپیچی میکردن دستشون رو قطع میکردن، شلاق میزدن و این داستانا، ولی مثلا نظم قبیله رو حفظ میکردن. با معیار امروز اینا نمیخونه. حالا شما هر چقدر نگاه کنید که بگید نه اینا مثلا یه منظور دیگه داشتن، اینا با عقلانیت، با معیارهای انسانی امروز ما نمیخونه. امروز آموزه های دینی خطرناکن. خلاصش اینه که امروز خطرناکن. من چند تا مثال خیلی بروز میزن، خطرناک بودن اما امروز دیگه مسجل بر ما که خطرناکن. یعنی مثلا فرض کنید که یه مثال میزنم که در مثلا این چیزی هم نیست که خیلی جدید ایجاد شده باشه ها، یعنی مثلا خیلی هم ممکنه بگن که حالا یه حکومت دینی آمده و این حکومت دینی باعث شده که حالا روشنفکران، شاعران، نویسندگان، دگراندیشان کشته بشن، به مرگ محکوم بشن. ولی این چیزی که از ابتدای تاریخ ادیان بوده، مثلا در تاریخ اسلام شما نگاه میکنید، قتل کعب بن اشرف رو نگاه کنید، می نگاه کنید که کسانی که جوری دیگه فکر میکنن فرمان قتل صادر میشده براشون. در همین پاکستان تو این چند دهه، همین آسیه بی بی همین چند وقت پیش تازه آزاد شد که متهمش کرده بودن، چند سال این زیر حکم اعدام بود که از پاکستان حالا نجات پیدا کرد خوشبختانه. سال 2017 هنوز دو سال نگذشته ازش، همین دو سال پیش صدها نفر دانشجویان، یعنی دانشجو بودن توی دانشگاه عبدالولی خان در پاکستان، یک دانشجوی به اسم مشعل خان، این دانشجو فقط پرسش میکرد، یعنی فقط سوال مطرح میکرد، یه نقد میکرد درباره مذهب، جامعه. اینا چنان بهش حمله کردن و تو دانشگاه اینو زیر ضربات مشت و لگد گرفتن، به اتهام توهین به اسلام و کفرگویی کشتن این دانشجوی بیچاره رو. همین 2017 مشعل خان رو جستجو کنید و ببینید در سال 2017 این اتفاق افتاد. اینا پاکستان یه دانشجوی منتقد که اصلا واقعا ایتیست هم نبود، یعنی دانشجوی بود که راجب جامعه مذهب حرفاش رو تو وبلاگش این برابر می نوشت، ولی چنان اگرسیو این چطور بگم باور دینی و از افراد یه سری افراد خشن ساخته و پرخاشگر که این بهونه کشتن و پرخاش رو بهشون داده. و خب این خطرناک، این چیزی نیست که ما بتونیم بگیم که بسیار خب حالا مثلا عقاید مختلفن، اینا هم یه عقیده‌ای دارن، بقیه بی عقیده‌ای دارن. نه، این عقیده خطرناکی، میخواد بقیه رو حذف کنه، میخواد همه منتقدات رو بکنه. این مشکله. یعنی اگر که افرادی بودن که برای خودشون سرشون تو کار خودشون بود و چطور بگم به بقیه کاری نداشتن که خب مسئله نبود، میشد پذیرفت تکثر.